رفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم اگر چه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. حرفی برای گفتن این بار به بهانه انتشار ویژه‌نامه باشکوه دفتر هنر برای علی اکبر دهخدا به این یگانه دوران، این ادیب و سیاستمدار و طنز پرداز و شاعر و آفریننده لغتنامه که میتوان برای صفات فراوان دیگری را نیز برشمرد اختصاص دارد. دفتر هنر که 20 سالی است به همت والای بیژن اسدی‌پور، طنز پرداز برجسته ایرانی و یاران و همدلان هنرمندش در آمریکا منتشر می شود، بیگمان یکی از درخشان ترین تلاش های فرهنگی در خارج از ایران بوده و هست. تنها کسانی که دست اندر کار تولیدات فرهنگی در غربت بوده اند می دانند که این کاریست نه آسان، به راستی کاریست کارستان. دلی سخت عاشق می‌خواهد و سری پرشور و عزمی راسخ و همتی فرهادوار که بیستون را به تیشه بکوبد. درود و سپاس تمامی فرهنگ دوستان ایرانی، نثار بیژن اسدی‌پور و یاران سخت کوشش. خسته نباشید، دستتان درد نکند، دمتان گرم و سرتان سبز و سلامت. علی اکبر دهخدا در سال 1257 خورشیدی در تهران زاده شد. گرچه اصلیت او قزوینی بود، اما پدرش خان بابا خان که از ملاکان متوسط قزوین بود، پیش از زاده شدن وی از قزوین خارج شد و در تهران اقامت گزید. 10 ساله بود که پدر را از دست داد و غلام حسین بروجردی که از دوستان خانوادگی بود کار تدریس دهخدا را به عهده گرفت و دهخدا تحصیلات قدیمی را نزد او آموخت. به هنگام گشایش مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه، دهخدا در آنجا سرگرم تحصیل شد و جزو اولین فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی بود. در این دوره با مبانی علوم جدید و زبان فرانسه آشنا شد. دهخدا اکنون میرزا علی اکبر خان قزوینی نامیده می شد. وی به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و در هنگامی که معاون دوله قفاری به سفارت ایران در کشورهای بالکان منصوب شد، دهخدا به عنوان منشی سفیر همراه او بود. بیش از 2 سال در شهر وین ماند و سپس به ایران بازگشت. بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت بود. در این هنگام میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسمخان تبریزی برای آغاز انتشار روزنامه سور اسرافیل که خود بنیانگذار آن بودند، از او دعوت به همکاری کردند. دهخدا از ابتدا نویسنده اصلی سور اسرافیل بود. نخستین شماره این روزنامه هفتگی پنجشنبه 10 خرداد 1286، 30 ماه می 1907 در 8 صفحه در تهران منتشر شد. سور اسرافیل طی 14 ماه بعدی با تعطیل‌ها و توقیف‌های پیاپی جمعاً 32 شماره انتشار یافت. دهخدا در آغاز هر شماره روزنامه مقاله‌ای در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در پایان مقاله‌ای با عنوان چرند پرند با نام مستعار می‌نوشت.
سبک نگارش این مقالات در ادبیات فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی را در روزنامه نگاری ایران و نثر معاصر فارسی پدید آورد. مهمترین نام مستعار میرزا علی اکبر خان قزوینی در چرند پرندش دخو بود. دخو مخفف کلمه ده خداست، خطابی برای مردم ساده دل در قزوین، زادگاه پدر و اجدادش. اگرچه درد سر می دهم اما چه می توان کرد؟ نشخوار آدمیزاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش می پوسد. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. این دمدمی حالا بیشتر از یک سال بود موی دماغ ما شده بود که کبلایی تو که هم از این روزنامه نویس ها پیرتری، هم دنیا دیده تری، هم تجربه ات زیادتر است. الحمدلله به هندوستان هم که رفته ای، پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟ گفتم عزیزم دمدمی، اولا همین تو که الان با من ادعای دوستی می کنی آن وقت دشمن من خواهی شد. ثانیا از اینها گذشته، حالا آمدیم روزنامه بنویسیم. بگو ببینم چه بنویسیم؟ یک قدری سرش را پایین می انداخت، بعد از مدتی فکر سرش را بلند کرده می گفت چه می دانم؟ از همین حرف هایی که دیگران می نویسند. معایب بزرگان را بنویس، به ملت دوست و دشمن را بشناسن. می گفتم عزیزم والله بالله اینجا ایران است، در اینجا این کارها عاقبت ندارد. می گفت پس یقین تو هم مستبد هستی، پس حکمان تو هم بله. وقتی این حرف را می شنیدم می ماندم معطل، برای اینکه می فهمیدم همین یک کلمه تو هم بله چقدر آب بر می دارد. باری چه درد سر بدهم، انقدر گفت و گفت و گفت تا ما را به این کار واداشت. حالا که می بیند آن روی کار بالاست، دست و پایش را گم کرده، تمام آن حرف ها یادش رفته. تا یک فراش قرمز پوش می بیند دلش می تپد، تا به یک ژاندارم چشمش می افتد رنگش می پرد. هی می گوید امان از هم نشین بد، آخر من هم به آتش تو خواهم سوخت. می گویم عزیزم من که یک دخو بیشتر نبودم، 4 باغستان داشتم، باغبانها آبیاری می کردند، انگورش را به شهر می بردند، کشمش را می خشکاندند. فی الحقیقه من در کنج باغستان افتاده بودم توی ناز و نعمت، همانطور که شاعر علیه الرحمه گفته نه بیل می زدم نه پایه، انگور می خوردم در سایه. در واقع تو این کار را روی دستم گذاشتی، به قول تهرانی ها تو مرا روبند کردی، تو دست مرا تو حنا گذاشتی، حالا تو دیگر چرا شماتت می کنی؟ و کتاب گویای ایران، ایران آدیو بوک، منظومه یگانه و جاودانی آرش کمانگیر، شاهکار بی همتای سیاوش کسرایی را برای نخستین بار به صورت کامل به 2 انگلیسی و فارسی با صدای سوزی زیایی و فریدون فرهندوز منتشر کرد. این مجموعه نفیس شامل 2 به 2 و دفترچه کامل از داستان و شعر آرش به انگلیسی و فارسی به عاشقان فرهنگ ایران پیشکش می شود. برای تهیه مجموعه آرش کمانگیر و آثار ایران آدیو بوک به وبسایت ما www.iranaudiobook.org مراجعه کرده و یا از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید.
برخی نوشته های ده خدا اعتراض های شدید سنتگرایان متعصب و هواداران استبداد را در پی داشت، تا جایی که حتی حکم به تکفیر او دادند. مردود خدا رانده هر بنده آچبلای، از دلغک معروف نماینده آچبلای، با شوخی و با مسخره و خنده آچبلای، نه از مرده گذشتی و نه از زنده آچبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلای. نه بیم ز کف بین و نه جنگیر و نه رمال، نه خوف ز درویش و نه از جذبه نه از حال، نه ترس ز تکفیر و نه از پیشتو شابشال، مشکل ببری گور سر زنده آکبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلای. صد بار نگفتم که خیال تو محال است؟ تا نیمی از این طایفه محبوس جوال است، ظاهر شود اسلام در این قوم خیال است. هی باز بزن حرف پراکنده آکبلاک، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلاک. گاهی به پر و پاچه درویش پریدی، یه پرده کاغذلوق آخوند دریدی، اسرار نهان را همه در سور دمیدی، رو در وایستی یعنی چه پوست کنده آکبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلای. از گرسنگی مرد رعیت به جهنم، ور نیست در این قوم معیت به جهنم، تریاک برید رحمیت به جهنم، خوش باش تو با مطرب و سازنده آکبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلای. تو منتظری رشوه در ایران رود از یاد، آخوند ز قانون و ز عدلیه شود شاد، اسلام ز رمال و ز مرشد شود آزاد، یک دفعه بگو مرده شود زنده آکبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلای. بعد از کودتای محمد علی شاه، ده خدا همراه با عده‌ای از آزادی خواهان در سفارت انگلستان تحصن کردند. محمد علی شاه که از این موضوع خشمگین بود، با تبعید آنان به کشورهای همجوار و اروپا موافقت کرد. پس از ورود ده خدا و آزادی خواهان تبعیدی به پاریس، گروهی از آنان به دعوت ادوارد براون به لندن رفتند. ده خدا دعوت براون را برای رفتن به لندن و نشر سور اسرافیل در آن شهر نپذیرفت. او در پاریس با علامه محمد قزوینی معاشر بود. چون امکان نشر روزنامه در پاریس نبود، گروه سور اسرافیل یعنی ده خدا، میرزا قاسم خان تبریزی، میرزا محمد نجات و حسین پرویز به شهرک ایوردون در سوئیس نقل مکان کردند. اما محل چاپ روزنامه همچنان در پاریس بود. دوره دوم سور اسرافیل در ایوردون در دی و اسفند 1287 تنها 3 شماره منتشر شد. مطالب و مقالات روزنامه به قلم ده خدا بسیار تندتر و صریح‌تر از پیش بود. در شماره سوم ده خدا مصمت معروف خود یادار ز شمع مرده یادار، که آن را در رسای میرزا جهانگیرخان شیرازی سروده بود، به چاپ رساند. شبی در سوئیس دوست از دست رفتهش میرزا جهانگیرخان شیرازی را در خواب می‌بیند که به او می‌گوید چرا نگفتی او جوان افتاد. ده خدا میگوید من از این عبارت چنان فهمیدم که چرا مرگ مرا در جایی نگفته ای یا ننوشته ای، و بلافاصله در خواب این جمله به خاطرم آمد: یادار ز شمع مرده یادار.
ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری وز نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون عماری یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشت خو حصاری یادار ز شمع مرده یادار ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چو شد تو را خواب دل پر ز شعف لب از شکرخند محسود عدو به کام اصحاب رفتی بر یار و خویش و پیوند آزادتر از نسیم و مهتاب زان کو همه شام با تو یک چند در آرزوی وصال احباب اختر به سحر شمرده یاد آر چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مستمند مسکین و سنبل و سوری و سپرغم آفاق نگارخانه چین گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم تو داده ز کف زمام تمکین زان نوگل پیشرس که در غم ناداده به نار شوق تسکین از سردی دی فسرده یاد آر ای همره تیه پور عمران بگذشت چو این سنین معدود وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خویش مشهود وز مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شنیم عنبر و عود زان کو به گناه قوم نادان در حسرت روی عرض موعود بر بادی جان سپرده یاد چون گشت ز نو زمان آباد ای کودک دوره خلایی وز طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گل بست زبان ژاژخایی زان کس که ز نوک تیغ جلاد مأخوذ به جرم حق سپاهی تسنیم وصال خورده یاد آر
در فروردین 1288 گروه ایوردون به استانبول رفتند و به انجمن سعادت ایرانیان پیوستند که به وسیله گروهی از ایرانیان مشروطه‌خواه تشکیل شده بود. مهمترین فعالیت سیاسی دهخدا در استانبول نشر 14 یا 15 شماره از روزنامه سروش در فاصله تیر تا آبان ماه 1288 بود. پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه، در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی، علی اکبر خان دهخدا در حالی که هنوز در استانبول بود، هم از تهران و هم از کرمان به نشانه حق شناسی مردم این ایالت از بابت مقالات سوره اسرافیل به نمایندگی مجلس انتخاب شد. دهخدا نمایندگی مردم کرمان را پذیرفت. دهخدا در بازگشت به ایران و در ادامه فعالیت‌های سیاسی خود به حزب اعتدالیون پیوست و این برخلاف انتظار یاران سابق او بود که غالباً در حزب رقیب یعنی حزب دموکرات جمع شده بودند. با آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای روسی به شمال ایران و نزدیک شدن آنها به پایتخت و سقوط دولت، دهخدا همراه با اعضای کمیته مهاجرت ابتدا به قم و سپس به کرمانشاه رفت. دو سال و نیم نیز به دعوت رؤسای ایل بختیاری در مناطق چهارمحال بختیاری به سر برد و در همانجا بود که اندیشه تدوین لغتنامه یا فرهنگنامه جامع برای زبان فارسی در ذهن او شکل گرفت و کار نگارش یادداشت‌های لازم برای لغتنامه و امثال و حکم را آغاز کرد. خود میگوید در این زمان بسیارند کسانی که حاضرند وقت و نیروی فکری خود را صرف شعر گفتن و مقاله نوشتن و طبع و نشر آنها در روزنامه ها و مجلات کنند، ولی شاید کمتر کسی باشد که بخواهد و بتواند زحمات شبان روزی جمع آوری لغات ادبی و عامیانه فارسی و شواهد آنها را از دیوانها و کتابها و زبان مردم که کاری به ظاهر ساده و در معنا وظیفه ای دشوار و خسته کننده و طاقت سوز ولی واجب است به آسانی تحمل نماید. من گاهی به تفنن شعری ساخته و برای دوستان خوانده‌ام. دوستان من از نظر حجب یا ملاحظاتی نخواستند درباره کیفیت این اشعار اظهار نظر کنند. من خود نیز نمیدانم که این گفته ها شعر است یا نظم. قضاوت این امر با خوانندگان است. خنده ام میگیرد که چرا زمانی شعر میگفتم. پس از پایان جنگ جهانی اول، دهخدا از فعالیت‌های سیاسی کناره گرفت و در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی به کارهای علمی، ادبی و فرهنگی و خدمات دولتی پرداخت. در زمانی که مسئله انحلال سلطنت و برپایی جمهوری مطرح بود، نام دهخدا به عنوان اولین کاندیدای مقام ریاست جمهوری در ایران بر سر زبان‌ها افتاد و شاید همین امر باعث شد که تا پایان عمر مغضوب دربار سلطنتی ماند و هم مقام خود را مصروف لغتنامه کرد. علی اکبر دهخدا روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 خورشیدی درگذشت. 10 روز بعد فریدون مشیری، شاعر گرانقدر، این یادداشت را در مجله روشنفکر در ارتباط با آخرین ساعات زندگی دهخدا چاپ کرد. دهخدا با صورت متورم و چشمان برآمده دو زانو نشسته بود. بیماری و خستگی 48 سال کار او را از پای درآورده بود. سنگینی 48 سال مطالعه و تحقیق و جستجو شانه های ناتوان او را خرد می کرد. هزاران جلد کتاب که در مدت 48 سال با او سخن گفته و گفتگو کرده بودند، اینک همه خاموش نشسته و استاد پیر را تماشا می کردند. در این هنگام دکتر محمد معین و سید جعفر شهیدی به عیادتش آمدند. دهخدا در همان حال گفت: پوست بر استخوان ترنجیده.
لحظاتی چند به سکوت گذشت. استاد پیر هر چند لحظه یک بار به حالت اغما فرو می رفت و باز به حال عادی باز می گشت. در یکی از این لحظات لبان دهخدا سکوت سنگین را شکست و گفت که مپرس. باز چند لحظه سکوت برقرار شد و دهخدا مجدداً گفت که مپرس. در این موقع آقای دکتر معین پرسید منظورتان شعر حافظ است؟ دهخدا جواب داد بله. دکتر معین گفت مایل هستید برایتان بخوانم؟ دهخدا گفت بله. آنگاه دکتر معین دیوان حافظ را برداشت و چنین خواند: درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری کشیده ام که مپرس. گشته ام در جهان و آخر کار دلبری برگزیده ام که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیده ام که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگوی، رنج هایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. از آن لحظه به بعد دهخدا به حال اغما فرو رفت و روز بعد جان سپرد. و شعری از شاعر گرانمایه رضا مقصدی برای دهخدا: از شمع مرده تو اگر یاد می کنم، نفرین به روسیاهی بیداد می کنم. کابوس خوابهای تو هم خواب بشکند، با هر شکست تازه تو را یاد می کنم. آباد گرچه نیست دل سوگوار من، این خانه را به نام تو آباد می کنم. شیرینی زمانه اگر شور عشق نیست، سر را حریف تیشه فرهاد می کنم. هر باد از سرای تو ناشاد تر گذشت، تا یاد آن یگانه ناشاد می کنم. سرو تو در ضیافت شمشاد یاد باد، آن سرو را چکامه شمشاد می کنم. از شمع‌های مرده ات یک آتش بلند در جان عاشقانم بنیاد می کنم. فریاد تو ز هنجره عاشقانه بود، با واژه های توست که فریاد می کنم. شعر زیبای حبیب شوکتی: بعضی ها مرگ ندارند، امثال و حکم دهخدا. لغتنامه اش را که بست، مردم به سور اسرافیل دمیدند و پشت سرش چرند پرند خواندند و شمع مرده روشن شد. و تا بعد شاید. چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم، اگرچه بعد از هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.